بیشتر صحبت می میکنیم در این مورد با گل احمد نورزاد عضو مجلس نمایندگان که در استودیو با ما هستن آقای نورزاد سلام به شما و برنامه خوش آمدید سلام خدمت شما و همکاران بخش تکنیکی شما و همچنان سلام خدمت تمام بیننده تلویزیون و در داخل و خارج از کشور ممنونتون. در مورد حملاتی که در نیمروز صورت گرفته میخوایم بیشتر بدانیم متاسفانه که شب قبل عملی که از طرف مخالفین مسلح صورت گرفت بالای پست دمزنگ در مسیر شهرهای زرنگ دلارام به تعداد بیشتر از 20 نفر از نیروهای دفاعی امنیتی کشور ما اوج شهید شدند و در حدود سه نفر اسیر مخالفین شدند که علت از که دری آخر وضعیت امنیتی نیمروز رو به خرابی چند دلیل شده میتانه یکی ضعف در مدیریت نه نهادهای امنیتی است و ناهمانگی بین قطعات جزتام های قوی مسئله افغانستان است که پلیس با اردو اردو با امنیت ملی یک امانگی منظم نداره و بحث دیگه که نهادهای کشفی و استخباراتی ما اصلا هیچ تحرک نداره اونا باید تمام تحرکات دشمن اینا باید زیر زربین می داشتند و از تحرکات از اونا آگاهی پیدا می به خاطر دفع عملات دشمن اینا باید تدابیر پیشگیرانه می گرفت ولی متاسفانه که چندین بار است که در یه آخر در ولسوالی چاربرجک در ولسوالی چخانسور در بلوسوالی خاشرود عملات و دشمن صورت گرفته ولی نیروهای امنیتی ما هیچ تدابیر نداشتند که به خاطر دفع عملی دشمن متاسفانه که آمار تلفات نیروهای امنیتی ما بیشتر بوده در درست وقت حمله صورت میگیره چرا از دیدتان نیروهای کمکی به وقت نمیرسه که باعث میشه تا پاسگاه سقوط بکنه تعداد نیروهای امنیتی کشته شدن تعدادشان آمسید خب ما پیشتر اشاره کردم متاسفانه ناامانگی که وجود از ضعف مدیریت و نما... ناامانگی و ضعف نهادهای کشفی و استخباراتی شما ببینید در چند کیلومتری کماندانی قلوردو شورا پست دیمزنگ موقعیت داشت متاسفانه زمانی که جنگ درگیر میشه جنگ شروع میشه حمله صورت میگیره اینا تماس میگیره تماس مکرر با کماندانی قلوردو ولی کماندانی قلوردو هیچ نوع همکاری یا هیچ نوع حمایت نمیکنن اونا در دسترس خود در اختیار خود قوای هوایی هم دارن اونا قوای زمینی هم دارن قطعات زیاده دارن میتونستن که در اون وقت شب بر زینا کمک برسن متاسفانه وقتی که فرداش که تمام سربازای ما قتل عام میشه بعد از اون باز اونا میان میرسن گرچه تا نم هم نرسیدن به که ما امروز شما صحبت میکنم جنازه ها در اون ساعت افتیده است ولی تا فعلا قلوردو با ضعف مدیریتی که در رهبری قلوردو میوند است اونا تا بال که در خود برسن برسانن ادقل جنازه سربازه وطن اونا انتقال بدن از سایه جنگ درست چقدر در این زمینه شما تلاش کردین که با نهات های مسئول در خود ای ولایت و حکومت مرکزی صحبت کنه؟ متاسفانه که گوشای حکومت مرکزی کار هستند اینا برای شنیدن حرف هیچ وقت و فرصت نداره من موضوع ناامنی های نیمروز با رئیس شورای امنیت با وزیر امور داخله با وزیر دفاع با رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان چندین بار مطرح ساختم که نیمروز به این دلیل به این دلیل در حال ناامن شدن است ولی اگر نیمروز با او جغرافیای وسیعی که دارن با او موقعیت دوری که از مرکز دارن اگر شما توجه نکنین توجه پیشگیرانه نکنین تدابیر پیش پیشگیرانه نگیرین ما شاید نامترین ولایت ولایت نیمروز خود بودیم که نیمروز نسبت به تمام ولایتهای های نامن افغانستان شاید هم نامتر شد ولی متاسفانه که این نوع اقدام از طرف رهبری نهادهای امنیتی و به خصوص حکومت مرکزی صورت نگرفته تعداد پرسنل پلیس نهایت کم از اوج قطعی از اردو میلی اصلا وجود نداره به جز از یک کندک سردی که تازه به اردو مدغم شده از بدنی پلیس جدا شده به اردو مدغم شده و از امنیت ملی تشکیل از و نهایت کم از اونا توانایی تامین امنیت اداره خود ندارن ولی متاسفانه که ما بارها گفتیم نفوس نمروز نسبت به ای آمار که در نزد حکومت مرکزی تخمین شده نهایت بالا در حدود 800 هزار تا یک میلیون جمعیت در ولایت نمروز زندگی میکنن ولی اینا تمام تشکیلات و تمام برنامه‌هایی که حکومت دارن از روی 150 هزار الی نفر پیش حکومت آمار از جمعیت نمروز نیمروز ثبت است متاسفانه که در تمام ارسا اگر در ارسه خدمات سیز در ارسه تامین امنیت است اگر در ارسه معارف است اینا با او آمار کم تکیه میکنن و توجه از اینا روی امو آمار 150 هزار تا چهار هزار است ولی در ولایت نیمروز فعلا بین 800 هزار تا یک میلیون جمعیت زندگی میکنن از اکثر ولایت های ناامن افغانستان مردم آمد چون ولایت نیمروز نسبتا هم بوده جا جای به شدن مسکن گزین شدن اکثر ماجرینی که از ایران اونا اخراج شدن یا خودشان دو طلبان آمدن ترجیح دادن که در نیمروز زندگی کنن ولی ما تشکیل پلیس ما نهایت کم است تشکیل قطعات اسکری ما جستام های ما سلا و, و وسایت امکانات از اونا نهایت کم است. ولی... امکانات از طالبان کمتر کم است؟ خو در مجموع اگر ما محاسبه کنیم به کشور ما در حدود 3.5 لک الی 4 لک نیروی امنیتی داریم تعداد طالبان نه شاید هم که از مرز پنجا هزار الی صد هم تجاوز نکنه ولی ما در تمام عرصه خو شیوه جنگ از با جنگ نیروی امنیتی ما فرق میکنه ما همیشه در مجالس هم گفتم در پارلمان افغانستان هم گفتم با عالم میگم از طریق تریبون طلونیوز که ضعف مدیریتی ما باعث ازی شده دشمنو قدر قوی نیست ما ضعف مدیریت داریم ما امانگی در برابر عملات دشمن در برابر پلان های دشمن ما امانگی نداریم با یک بدون انگیزه شدیم و در برابر از ما امروز تلفات نیروی امنیتی روز به روز متاسفانه که بالا میره به خاطر ازی که ناهمانگی در بین نهادهای امنیتی کشور ما وجود داره اگر در رأس قطعات و جستامای قوی مسئله افغانستان در اکثر نقاط افغانستان افراد مجرب کار با با تجربه گماشته شود بدون در نظر داشت مسائل قومی سمتی ازبی یا سهمیه بندی به اساس لیاقت و شایستگی ما شاهد تغییر مثبت در تمام جبهات جنگ افغانستان خواهیم بود ولی متاسفانه یعنی شما میگین به اساس شایستگی نیست نه متاسفانه نیست ما باور هستم که به اساس شایستگی نیست شایسته سالاری اصلا میار نیست در گزینش افراد در رأس قطعات و جستامای قوی افغانستان متاسفانه که رابط بر ضوابط آکم هستند و به اساس سلیقای خاص به اساس سفارشات خاص افراد گماشته میشه و اونا ظرفیت و توانایی مدیریت قطعات را نداره که باعث ازی میشه که امروز سربازای وطن ما هر روز جانا شیرین خود از دست میده و قربانی میشن آقای نورزاد پس پیشنهادتان چیست؟ رای حل چیست؟ چی میتونه وضعیت را بهبود ببخشه؟ وازیت خو ما اولان امید وار بودیم که مذاکرات صلح در دوحه بتونه که مثلا یک صلح که آرزوی دیرینه مردم افغانستان است که 4 دحه ما در جنگ عزیزان خدا جوانان خدا افغانای خدا اولادای واقعی زی وطن ما از دست دادیم ما امید وار بودیم که با شروع مذاکرات بین الافغانی در دوحه یک نوید صلح به مردم افغانستان داده شود متاسفانه که با شروع مذاکرات در دوحه جنگا یک بار دیگه در اکثر نقاط افغان افغانستان در گوشه گوشی از این سرزمین شدت گرفت که ما را امید ما را به یأس و ناامیدی تبدیل کرد و او امیدایی که مردم افغانستان نسبت به مذاکرات صلح و نسبت به مذاکراتی که در دوحه جریان داشت داشتند اونا به یأس و ناامیدی در حال تبدیل شدن است دیگه اگر نیروهای امنیتی رهبری نهادهای امنیتی بخصوص وزارت دفاع و وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در تعیین افراد یک مرور دوباره نکنه و در تقرریا و در جای در آوردن اصلاحات در سطح قطعات اینا یک مرور دوباره نکنه و یک اقدام جدی به خرج ندن ما هر روز شاهد تلفات بیشتر نیروهای امنیتی در اکثر نقاط افغانستان خواهیم بود درست وضعیت آورگان چگونه هست کسایی که در گفتین به سطح شهر آمدن اونا در چه یک وضعیت به سر میبرن خب متاسفانه که عملاتی که صورت گرفته در مسیر شاره ها در چک هایی که در مسیر شاره به خاطر تامین امنیت شهرهای زرنگ دلارام ایجاد شده بوده در او مناطق عملات صورت گرفته و در اونجا آری از سکنه هستند اونجا سکنه نیست که ماجر شده باشند یا آوار شده باشن یا اونا بیجا شده باشن اما شما گفتین که از نقاط نوامن به شهر آمدن اینا در یک وضعیت هستند؟ نه ما ارزم پیشتری بود که از اکثر نکات ناامن افغانستان در طی سالیان متمادی در طی 10 سال 15 سال اکثر ولایتای همجا و و سایر ولایتای افغانستان کې نامودا اکثر مردم ترجیح dadan برای زندگی کردن بیا در ولایت نمرز چون ولایت نمرز یک ولایت سرحدیث از نقطه نظر کار و بار و از نقطه نظر امنیت برای زندگی کردن خیلی مساعد بودند نسبت به مناطق کونه ناامن بودند ازو جامدان ولی متاسفانه که در یاواخر وضعیت نمرز رو به خراب شدن میره چندلی است یکی موضوع خود موقعیت جغرافیایی نیمروز که موضوع چابهار نیمروز از افغانستان از طریق مسیر چابهار با دریا وصل می سازد و اینجا گوادر پاکستان متضرر شده از بنان سخت پاکستان تلاش داره که ولایت نیمروز نام بسازه و این موضوع را ما بارها به حکومت مرکزی به مسئولین درجه که حکومت مرکزی گزارش دادم و همچنان موضوع مسئله بند خان است که در این ان دمی ان نزدیک دوست. ان قریب آماده آبگیری میشه بشه ممنون از حضورتان آقای نورزاد در برنامه ما